با درود و مهر به شما، من طیبه صدیقی هستم و شما هم بیننده این ساعت خبری با من از یک هستید. امروز یک شنبه برابر است با 29 اسد سال 1402 خورشیدی. مشروع خبرها. هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد میگوید که در دو سال پسین بیش از 30 کارمند بشر دوستانه این سازمان در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. دانیل اندریس به مناسبت روز جهانی بشر دوستی افزوده که بیشتر این کارمندان بشر دوستانه واکسیناتوران و پولیو و خونسا کنندگان ماین بودند. این مقام سازمان ملل تاکید دارد که در حال حاضر نیازهای بشر دوستانه در افغانستان به بالاترین حد رسید و بدون کارمندان بشر دوستان هم میلیون ها تن در افغانستان به نیازهای ابتداییشان دسترسی نخواهند داشت. جان باختن بیش از 30 کارمند سازمان ملل متحد در دو سال پسین در افغانستان. دانیل اندریس، هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد، افغانستان را یکی از پرچالش‌ترین کشورها در جهان دانسته و میگوید که در دو سال پسین 38 تن از کارکنان بشر دوستانه در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. آقای اندریس به مناسبت روز جهانی بشر دوستی می افزاید که بیشتر این کارمندان بشر دوستانه واکسیناتوران پولیو و خونسا کنندگان ماین بودند. او تاکید می کند که کارکنان بشر دوستانه همچنان با خطرهای هنگام رفتن به وظیفه مواجهند که برای آنان پذیرفتنی نیست. ما لحظه ای را برای تقدیر از کارمندان بشردوستانه که زندگی خیش را حین وظیفه از دست دادن، مجروح گردیدن، ربیوله یا بازداشت شدن و یا هنوز در اسارت یا توقیف به سر می برند، سکوت می نماییم. این سکوت همچنان برای ارج گذاشتن به 38 کارمند بشردوستانه است که در دو سال پسین در افغانستان کشته شدند که بیشتر آنها واکسیناتوران پولیو و خونسا کنندگان ماین بودند. من فکر میکنم گزارشاتی که در مورد کشته شدن کارمندان سازمان های امداد رسان در افغانستان به نشر رسیده بدور از واقعیت خود باشه، اما نیاز هست که به خود جهت تامین امنیتی کارمندان امارات اسلامی افغانستان به شدت تلاش بکنه، چون در شرایط کنونی افغانستان به شدت نیازمند کمک های بشر دوستانه و انسان دوستانه در افغانستان میباشه. از هر لحاظ که بنا با مشکل مواجه شوند بدون شک متضرر مردم افغانستان خواهند شد. آقای اندریس همچنان هشدار می‌دهد که در حال حاضر نیازهای بشردوستانه در افغانستان به بالاترین حد رسیده و بیش از 29 میلیون تن در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز جدی دارند. این مقام سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که بدون کارمندان بشردوستانه میلیون‌ها انسان به کمک‌های بشری دسترسی نخواهد داشت. بدون کارمندان بشر دوستانه میلیون ها انسان به نیازهای ابتدایی که یک فرد برای بقای حیات نیاز دارد دسترسی نخواهند داشت. این روز نیازهای بشر دوستانه در افغانستان به بالاترین حد خود رسیده و بیش از 29 میلیون تن به کمک های بشر دوستانه نیازمند هستند. کاهش کمک های بشرخانه و مسئولیت غذایی ملل متحد که یقیناً که به حکومت پیمانده و سازمان های مربوط به ملل متحد یقینا تأثیر بسیار منفی بالای اقتصاد افغانستان خواهد آورد. به خاطر شما میفهمین که عمدتا این کمک های مسئولیت غذایی و بشرخوانی تنها امریکا به 2 میلیارد و سازمان ملل متحد به حدود 1.5 تا 2 میلیارد دیگه که انجام شده تانسته که تا اندازه مسائل اقتصادی افغانستان و فقر دامنش بگیره. هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد همچنان یادآوری کرده که منبع های تمویلی مالی آنان در حال خشکیدن است. به گفته او کاهش کمک های بشری زندگی و سلامت میلیون ها انسان را در افغانستان تهدید می کند.